دختری که میخواد استاپ موشن خودش رو بسازه و توی این راه به یه روانی تبدیل میشه. گلاسیا سلام، امروز میخوام ما فیلم استاپ موشن 2023 رو ببینیم، فیلمی که به نظرم یکی از بهترین های چند سال اخیره و هم خیلی خاصه، یه مقداری عجیبه، بار اول شاید نفهمید ولی آخر فیلم در موردش صحبت میکنیم و استعاره های فیلم رو بیشتر درک میکنیم. بریم ما هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه های خشنش هم باشه. ما شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی الا رو در حال کار روی یک انیمیشن استاپ موشن میبینیم. مادرش هم پشت سرش وایستاده و یکی از خوبا و معروفهای این صنعته و الانم میخواد به دخترش کمک بکنه که مثل خودش معروف بشه، اما رفتار خوبی با دخترش الان نداره. بعد از خیلی از صحنه ها میگه که خوب نیست و دوباره تلاش کن و مدام اونو داره به سمت کمالگرایی میبرتش. البته دلیل حساسیت بیش از حدش هم اینه که این کار آخرین استاپ موشن خود این مادره، به خاطر اینکه آرتروز گرفته دیگه نمیتونه دستش حرکت بده و حالا با کمک دخترش میخواد آخرین انیمیشنش هم بسازه و به دنیا تحویل بدتش. الا وظیفه نگهداری هم مادرش تو همه جا به عهده داره، حتی بهش غذا هم باید بده و سر میز شام که میشینه یه رفیق به مادر میگه که یه ایده باحال برای فیلم بعدی دارم که خودم میخوام انجام بدم، اما مادر بهش توجهی نمیکنه. البته روز بعدی که الا پیش مادرش میره، مادر این پرسید شب چی میخواستی بگی، ولی الا انقدر هول میکنه که اصلا نمیتونه حرف خودشو به زبون بیاره. امروز هم میگذره و آخر شب الا یواشکی از خونه خارج میشه و با دوست پسرش تام میره بیرون. خواهر تام یعنی پالی با دوست پسرش اومدن و چهارتایی به یه بار میرن. این هم متوجه میشیم که تام توی رشته موسیقی فعالیت میکنه ولی خب هنوز موفق نشده. از اون طرف هم پالی توی شرکت خیلی بزرگ توی کار استاپ موشنه. وقتی هم آخرین ساختش رو نشون میده مشخصه که الا خیلی حسودی شده که این دختر انقدر موفقه ولی حرفی نمیزنه. آخر شب هم با تام میرن به خونه و با هم رابطه دارن و نزدیکای صبح الا به تام میگه که منو برسون خونه تا مادرم بیدار نشده. توی راه هم صحبتی از الا و کمکایی که به مادرش میکنه میشه و تام میپرسه که چرا خودت استاپ موشن خودت رو نمیسازی، چرا صدای خودت رو به گوش مردم نمیرسونی، و الا میگه که من اصلا صدایی ندارم که به گوش بقیه برسه. وقتی میرسن هم الا دراز میکشه تا بخوابه ولی مادر چند لحظه بعد میاد و میگه پاشو که وقت کاره. برای غذا هم میخوان استیک بخورن که مادر به خاطر حرکات دستش نمیتونه ببرتش و از الا کمک میخواد، اما الا انقدر کلافه و عصبانیه که کمکش نمیکنه. بعدم مشغول به کار میشن و وقتی مادر میبینه اعصاب الا خورده میگه من فقط آخرین آرزوم اینه که بتونم این استاپ موشن رو تمامش کنم، یعنی انقدر سخته که انقدر با کلافگی داری با اون برخورد میکنی، و الا کارو ادامه میده. مادر کم کم رفتارش عصبانی تر میشه و هی به الا میگه که اینطوری تکونش نده، این کارو نکن، از اونجا فیلم بگیر، که یه دفعه برقا قطع میشن. صدای جیغ شنیده میشه و الا چراغ قوه روشن میکنه و میبینه که مادرش کف اتاق افتاده و حالش خوب نیست. سکانس بعد میبینه که دارن مادر رو به بیمارستان میبرن. پرستار به الا خبر میده که مادرت سکته کرده و حالش اصلا خوب نیست و الان هم توی کماه. ساعتی بعد الا به خونه دوست پسرش تام میره و تام بهش میگه که تا هر وقت خواستی اینجا بمون که حالت یکم بهتر بشه. بعد میره دوش بگیره و وقتی میاد بیرون یه رفیق مادرش رو کف اتاق میبینه که تبدیل به یه عروسک استاپ موشن میشه و خیلی میترسه، اما خب این توهمشن. وقتی هم کنار تام دراز میکشه بهش میگه که من باید آخرین آرزوی مادرم برآورده کنم، باید این استاپ موشن رو تنهایی به پایان برسونمش. البته به خاطر اتفاقاتی که افتاده جرئت نداره به خونه خودشون برگرده. برای همینم تام میگرده و براش ساختمونی رو پیدا میکنه که اصلا کسی اونجا زندگی نمیکنه و یکی از واحدا رو براش جور میکنه تا بتونه یه مدت اونجا بمونه. بعدم تام از اونجا میره و الا تنهایی لوازم استاپ موشنش رو میخواد به اتاق بیاره که با دختری از ساکنای همین ساختمون آشنا میشه. دختری که میخواد ازش بپرسه اسم چیه و چی کار میکنی، ولی الا بدون توجه بهش به اتاق خودش میره. ساعتی گذشته و الا تمام لوازم رو دوباره چیده و میخواد فیلمبرداری استاپ موشن رو شروع کنه که صدای آهنگ خوندن همون دختر بیرون میره رو مخش. درو باز میکنه و میاد بیرون تا دعواش کنه که دختر میاد سمتش و متوجه لوازم داخل خونه میشه. به الا گیر میده که چی اونجا داری و چی کار میکنی و الا هم در آخر به ناچار میارتش داخل که بهش نشون بده. دختر خیلی خوشحاله و از الا میپرسه چرا کار استاپ موشن انجام میدی و اونم جواب میده چون خیلی حس خوبی داره که یه چیز رو به واقعیت و یه چیز زنده تبدیلش کنی. بعدن داستانی که با مادرش دارن میسازن رو برای این دختره تعریف میکنه که اصلا بهش جذاب نیستش. به الا میگه که به نظرم داستانتون طوری نیست که آدم بشینه و کلش رو تماشا کنه. خیلی تو ذوق الا میخوره و دختر میگه که من یه داستانی دارم به نظرم خیلی بهتر از اینه. داستانم هم در مورد یه دختریه که تو جنگل گم شده و یه موجود خیلی وحشتناک و عجیب دنبالش افتاده. الا هم فقط لبخندی میزنه و دختر بهش میگه که اون چیه دسته، و الا میگه که این یه نوعی از وکسه. وقتی میخوان آدما رو تو تابوت بذارن اگه زخمی چیزی رو بدنشون باشه با این وکس ها میپوشوننش. دخترم به الا میگه که به نظرم باید یه شخصیتی رو از همین وکس بسازه، خیلی ترسناک میشه، و بعدم بعد خدافظی از اتاق خارج میشه. الا تنها و یه لحظه توهمی میزنه که خودش وسط یه جنگل گیر افتاده و لحظاتی بعد چشماشو باز میکنه و میبینه تام داره صداش میکنه و صبح شده. نگاهی به دستاش میکنه و میبینه شخصیت داستانی که با مادرش داشتن میساختن و ترکوندتش، و اون صحنه ای هم که جلوش ساخته بود رو تبدیل به یه جنگل وحشت
وحشتناک کرده. اصلا یادش نمیاد که دیشب کی این کارو انجام داد. حتی یه شخصیت ترسناک از وکس هم اون وسط ساخته و کاملا مشخص که داشته روی داستانی که اون دختره گفته کار میکرده. قسمتی ازش هم فیلمشو گرفته و وقتی میبینتش خیلی خوشحال میشه و انگاری فهمیده که این داستان میتونه بهتر کنه. ساعتی بعد خواهر تام یعنی پالی میاد اینجا و به الهام میگه یه کاری توی شرکتم برات جور کردم که میتونی همین الان هم مشغول به کار بشی. اما الهام میگه که من فعلا قصد ندارم چون تازه پروژه خودم رو شروع کردم. میارتش داخل و بهش نشون میده که چی ساخته. پالی هم واقعا خوشش میاد و میگه آفرین، همینطوری کارتو ادامه بده. بعدم خدافظی میکنن. وقتی الهام برمیگرده دوباره همون دختر همسایه رو میبینه که اومده داخل اتاق و از دیدن پروژه‌ای که داره میسازه خیلی ذوق کرده. اما به الهام میگه یه انتقادی بهت دارم. شخصیتی که از وکس برای اون دختر داستان ساختی به نظرم واقعی نیستش. بعدم از آشپزخونه یه دیگه گوش میاره بغل الهام و بهش میگه که به نظرم باید از اینم توی اون دختر استفاده بکنه که طبیعی تر شه. الهام همین کارو انجام میده و واقعا تاثیرش خیلی خفنه. بعدم شروع میکنه با داستانی که دختر داره تعریف میکنه فیلم قسمت‌های اول داستانو میگیره. اینکه دختر قصه تو جنگلی گم شده و خیلی ترسیده و بعد مدتی به یه دونه کلبه میرسه. وقتی میره داخل متوجه میشه که هیولای جنگل داره سمتش میاد. هیولایی که 3 شب قراره بیاد دم در و هر بار 3 بار در میزنه. این هیولا هم با گوشتی از یخچال میسازنش و اسمشو میذارن اشمن. شب شد و وقتی الهام میخواد بخوابه کسی در میزنه و باز میکنه و میبینه همون دختر همسایه است. بهش میگه یه پیشنهاد خیلی خفن تر دارم و دست الهام رو میگیره و با هم میرن بیرون. کمی از خونه دور میشن و جلوتر میبینن که جنازه یه روباه افتاده. دختر به الهام میگه به نظرم باید اشمن رو از گوشت این روباه بسازیش، اینطوری خیلی ترسناکتر و طبیعی تره. البته که الهام میگه این دیگه خیلی چندشه و نمیتونیم انجامش بدیم و دخترم میگه اگه این کارو نکنی منم بقیه قصه رو برات تعریف نمیکنم. الهام میگه تعریف نکن، خودم میدونم چطوری تمومش کنم. و دختر برمیگرده به خونه و الهام بعدش میره. ساعت‌ها با آخرین سکانسی که گرفته، یعنی جایی که دختر ترسیده توی خونه است و هیولا بیرون وایساده زل میزنه، ولی هیچ فکری برای ادامه داستان به ذهنش نمیرسه. بعدم یه سر به مادرش میزنه و کنار اون میشینه و براش تعریف میکنه که شروع کردم به ساختن اولین استاپ موشن خودم، اما اینم حتی داستانش برای خودم نیست و یه نفر دیگه داره بهم میگه. شب میشه و به مهمونی میره که پالی هم اونجاست و بهش میگه که یه چیزی داری من بزنم ذهنم کم باز شه و بتونم بقیه داستانا بنویسم و پالی هم بهش اسید میده. لحظاتی بعد همه چیز برای الا صحنه آهسته شده. میبینه که داره با دوست پسرش تام رابطه برقرار میکنه و پوست اونو یه جوری دست میزنه که انگاری خیلی دوست دارتش و میخواد ازش استفاده ای بکنه. بعدم به همون حال اتاق خارج میشه. نگاهش به همون دختر همسایه میفته، انگاری به این مهمونی اومده و دنبالش میره و دو تایی به همون جایی میرن که روباه رو دیده بودن. این بار الا روباه رو برمیداره و تصمیم میگیره به نقشه اون گوش کنه. وقتی به خونه میرسن هم یه اشمن جدید میسازه و با قبلی جابجا میکنتش و حالا دختر بقیه داستان رو میگه. شب اولی که هیولا اومدش دختر خیلی میترسید و میخواست خودش رو قایم کنه. تمام شب تلاش کرد ولی در آخر هیولا اونو پیدا کرد. الا هم شروع به فیلم برداری کرده و یه دفعه صدای ابیرو میشنوه که خیلی میترسه. با آرومی میره توی راهرو و نگاه میکنه که از طبقات پایین یه اشمن به اندازه واقعی داره میاد بالا. الا خیلی ترسید و برمیگرده تو اتاقش و درو قفل میکنه که لحظاتی بعد میبینیم یه نفر به در میزنه، اونم 3 بار. از چشمی نگاه میکنه و با چشمای اشمن مواجه میشه که یه دفعه به خودش میاد و میبینه کناری افتاده و تام داره صداش میکنه. تام از الهام میپرسه که دیشب چی زدی اینطوری شدی و الا از جیبش همون اسیدو در میاره. متوجه میشیم هیچی نزده بوده و انگاری همه اینها رو واقعا داشته میدیده. برای تام تعریف میکنه که شخصیت داستانش واقعی شده و داشته میمره داخل خونه، اما تام باور نمیکنه. میرن پای لپتاپ و متوجه میشه که تمام داستان دیشب رو فیلم گرفته و دقیقاً چیزی که انگاری برای خودش پیش اومده رو توی داستانش داشته پیاده میکرده. دیگه انقدری هم ترسیده که به تام میگه نمیتونم اینجا بمونم و دوتایی به خونه تام میرن و قرار میشه که یه مدت دیگه هم اونجا بمونه. اما اتفاقات عجیب همچنان ادامه دارن. مثلا وقتی میره هموم یه لحظه حس میکنه پوست خودش به وکس تبدیل شده و میبینه که این توهم بوده. یا شب که میخواد بخوابه یه دفعه بیدار میشه و نمیتونه جاش تکون بخوره و میبینه از در اتاق دختر داستانش میاد سمتش. روپای الا وامیسه و به شکل وحشتناک قسمتی از رون اون رو کلا جر میده. روز بعد با تام میرن رستوران و تام بهش میگه خیلی داری به خودت فشار میاری، واقعیت و رویات رو گم کردی و اصلا نمیفهمی داری چه بلایی سر خودت میاری. در همین حال الا داره پشت سر تام نگاه میکنه که همون دختر همسایه نشسته. وقتی هم میره هموم دختر میاد سمتشو به در میکوبه و میگه نمیخوای بقیه داستان رو بشنوی؟ الا میگه نه تمایلی ندارم و دختر میگه که اما شب دوم خیلی بده. اشمن میاد داخل و به اون دختر دست میزنه، هر کاری میخواد باهاش انجام میده. و بعدن دختر همسایه کلا میره و الا تنها میمونه. شب شده و تام بهش میگه که به نظرم باید پیشنهاد کاری که خواهرم بهت داد رو بپذیری، اینطوری یکم سرت گرم میشه و ممکنه تو کارت هم خیلی پیشرفت کنی. الا هم قبول میکنه و روز بعدی به محل کار پالی میره به خیال اینکه قرار انیمیشن بسازه و خیلی کارهای خفن انجام بده. اما رئیس پالی بهش میگه که کارت اینه که باید چشمهای عروسک رو فقط بسازی، همین. خیلی تو ذوق الا خوره اما به هر حال کارو انجام میده و موقع نهار یکم تو اتاقو گشت میزنه و یه رفیق چیزی میبینه که خیلی به همش میریزه.
میرسه. یه صحنه دقیقاً شبیه داستانی که خودش داره روش کار میکنه و میفهمه که پالی ایده اون رو دزدیده. عصبانی میشه و سرش فریاد میزنه و پالی میگه که ولی این داستان تو نیست، خیلی فرق کرده و فقط شاید یک مقداری باهاش شبیه باشه. بعدم میگه که حاضرام بهت پول بدم و حتی همین ایده رو ازت بخرم. ولی الا عصبانی و فریاد میکشه و تمام صحنه رو به هم میریزه. در آخرام نگهبانو میزنهش بیرون. ساعتی بعد الا به دیدن مادرش رفته و میبینیم که داره از دست اون یه جوری عکس میگیره، انگار که استاپ موشن رو میخواد ازش حرکت بسازه. تو توهم الا یه دفعه مادر به هوش میاد و بهش میگه خیلی حس خوبیه که به اشیاء زندگی ببخشی. الا از مادرش میپرسه اگه عروسکای استاپ موشنمون توی واقعیت یه دفعه زنده بشن به نظر چه اتفاقی میفته؟ و مادر میگه که اونا به هر حال یه عروسکن. کارمون که باهاشون تموم شه بعد اونا رو توی جعبه بذاریم و درش رو ببندیم و بذاریمشون یه گوشه، دیگه به درد نمیخورن. این حرف و اتفاقی که توی محل کار پالی افتاد روی مخ الا رفتن و تصمیم میگیره کار خودش رو ادامه بده. برای همینم به آپارتمانش برمیگرده و دوباره دختر همسایه میاد. دختر به الا میگه که شب دوم اون مرد میاد و این بار به دختر دست میزنه. اما الا عصبانی میشه و فریاد میکشه اشمن نباید کاری با اون دختر داشته باشه. باید داستانو تغییر بدیم که اون دختر بتونه فرار کنه. دختر بهش میگه اما تو نمیتونی داستانو حقیقتو تغییر بدی. این اتفاقیه که افتاده. ولی الا میگه این داستان منه، باید همونجوری که میخوام تموم بشه. حالا صحنه رو عوض میکنه، میخواد دوباره فیلم بگیره که یه دفعه همه چیز میلرزه. از وسط صحنه‌ای که ساخته میبینه یه اشمن به اندازه آدم واقعی از زیر خاک‌ها بلند میشه. این در حالیه که خود الا تبدیل به عروسکی میشه که توی داستانش ساخته بود. با سرعت میخواد فرار کنه و متوجه یه راه در رو میشه. وقتی دوشو نگاه میکنه میبینه یه جعبه نارنجی رنگه. میخواد راهو برگرده که این بار اشمن گیرش میندازه. حالا الا به خودش تبدیل شده و اشمن از دهنش که گوی مشکی رنگ در میاره و به زور اونو وارد بدن الا میکنه. الا با حال بعد طرف دیگر رو نگاه میکنه که دختر سمتش میاد و بهش میخنده و میگه تو نمیتونی داستانو تغییر بدی، من که بهت گفتم. و میریم به سکانس بعد. الا چشماشو باز میکنه و توی بیمارستانه و دکتر داره بهش میگه که تو رو در حالی پیدا کردیم که داشتی تو خیابونا میچرخیدی و اصلا نمیدونستی چیکار کردی. روی پاتم یه زخم بزرگی که بخیه زدیم. الا هم اصلا نمیدونه که چطور این اتفاق برای پاش افتاد. وقتی دکتر میره تام میاد داخل. خواهرش پالی هم بیرون نشسته و خیلی به هم ریخته است. تام به الا میگه که چرا این کارو کردی و الا میگه به خدا بلای سر خودم نیاورم، نمیدونم چطوری شده. تام هم میگه باید این تخیلاتو کنار بذاری، باید اون استاپ موشن رو ول کنی. بیا با هم یه موزیک ویدیو برام بسازیم، کارهای خوب و خوشحال انجام بدیم، خیلی حالت بهتر میشه. ولی یه دفعه الا با این روش بودن خیلی زیاد بهش میگه که تو حتی موسیقی خودت داغون، اصلا قرار نیست موفق بشی، چطوری میخوای به من کمک کنی؟ چیزی که خیلی باعث میشه به تام بر بخوره. میگه من فهم می‌خواستم کمک کنم و الا هم میگه خب نمیخوام بهم کمک کنی. تام میگه ببخشید ولی مجبورم برم و تمام لوازمی که برای استاپ موشن ساختی رو نابود کنم، چون داری به خودت آسیب میرسونی. و الا هم میگه لطفا این کارو نکن، خودم اینجا بیام بیرون همین کارو انجام میدم و تو هم میتونی باهام بیای و ببینی که واقعا این کارو میکنم. تام میگه باشه و تا فردا صبر میکنم، کلید آپارتمانت هم دست خودم و نمیذارم بری داخلش، فردا با هم میریم و همه چیزو تموم میکنیم. اتفاق دیگه ای هم میفته و میفهمیم که مادر الا جونش رو از دست داده. پرستارا میبرن اون رو کنار مادرش و برای آخر باهاش خدافظی میکنه. دوباره دختر همسایه که حالا دیگه فهمیدیم فقط توی توهم های الا کنارش ظاهر میشه و بهش میگه که باید داستان رو تموم کنی، حداقل به خاطر مادرت. ساعتی بعد میبینیم که الا از بیمارستان فرار کرده و به آپارتمانش میاد و با یک کپسول آتش‌نشانی درو میشکنه و میشینه پای فیلمبرداری. منتها دختر میره سمت عروسک‌ها و میگه گوشی که از روباه داشتیم خوش شده و گند زده به همشون، باید دوباره از اول بسازیمش، باز گوش نیاز داریم. الا میگه بیا کنارم بشین باهات صحبت کنم و یه رفعی دستش دور گردن این دختر میندازه، شروع به فشار دادن و خفه کردنش میکنه. وقتی که موفق میشه یه رفعه میزنه زیر گریه. اما لحظاتی بعد دختر دوباره بلند میشه و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. الا میزنه زیر گریه و میگه باید بهم بگی شب سوم چه اتفاقی برای دختره میفته. و این دخترم بهش میگه که هر وقت گوش رو آوردی بهت میگم، نگران نباش، ارزشش داره و این صبر تو نتیجه میده. فکری به سر الا میزنه و تصمیم میگیره خون خودش استفاده کنه تا اشمن دوباره طبیعی شه و بتونن بقیه فیلم رو بگیرن. برای همینم پارچه‌ای که دور پاش بستن رو باز میکنه، مقداری آرام بخش میخوره و حالا شروع میکنه به باز کردن بخیه زده شده. حالا دست خودش رو داخل زخم میکنه و میخواد از گوشت و خون خودش استفاده کنه که همین لحظه تام و پالی سر میرسن و با وحشت به این صحنه نگاه میکنن. پالی می دو طرف الا که از حال رفته و با کمک تام اونو بلند میکنن که از ساختمون ببرنش به بیمارستان. اما وسط راه میفهمیم این یه نقشه بود و یه رفعه با لگدی پالیو پرت میکنه اونور و حالا تامو از پله ها میندازه پایین. بعد با وحشگری میره سمت پالی، اونو رو زمین نگه میداره و پایه مونوپاد دوربینش رو تو گردن این دختر میکنه و جونش رو میگیره. در آخر هم میره سمت تام که خیلی آسیب دیده و دماغ و دهن اونو نگه میداره و خفش میکنه. حالا الا بدن بیجون تام و پالیو به اتاق میاره که کفش پلاستیک ریخته و دختری که کنارشه میگه ایول خیلی حرکت خفن ترم میشه به نظرم. سکانس بعد تمام اتاق خون گرفته و الا دو تا عروسک جدید برای استاپ موشنش ساخته که سایزشون خیلی بزرگتر اندازه یه آدم واقعیه. مشخصه از تام و پالی هم برای ساختنشون استفاده کرده. میبینیم که دخترم داره فیلم میگیره و یه رفعه عروسک‌ها توی دنیای واقعی به
حرکت در میاد. اشمن به طرف اونی که عروسک حرکت میکنه و یه رفعه وسط راه سمت الا میادش. دختری که داره فیلم میگیره ترسید و فریاد میزنه ولی این جزو داستان من نبود، چرا داره اینطوری میشه؟ که الا به داخل کموت فرار میکنه. لحظاتی بعد اشمن میاد درو میشکنه و به الا زل میزنه. الا دستاشو جلوی صورتش میگیره که انگاری پوستش حالا تبدیل به وکس شده. وکس های صورتش سمت اشمن میگیره که اونم اونا رو میخوره و میاد طرف الا که شروع به خوردن صورت وکسی اون میکنه. سکانس بعد همه جا عوض شده. الا توی یه جنگلی شبیه همون داستان خودشه و به همون کلبه میرسه که ساخته بود. اما همه چیز انگاری واقعیه. وقتی میره داخل دختر کوچیک رو هم میبینه. پای لپتاپ نشسته و داره فیلم نهایی که ساخته رو نگاه میکنه که توی سکانس آخرش الا روی زمین افتاده و جونش رو از دست داده. الا لبخندی میزنه و دختر بهش میگه واقعا فیلم خفنی شد. در آخر الا به سمت جعبه میره که شبیه یه تابوته و توی اون میخوابه و درو میبنده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. استاپ موشن سبکه که پر از استعاره است و باید اینا رو بفهمیم تا بتونیم قشنگتر درکش بکنیم. توی تمام استاپ موشن هم همینه. مثل استاپ موشن مدگاد که بارها گفتید قرار بدمش ولی به نظرم خیلی دیالوگاش قشنگه و باید کامل ببینید. چیزی نیست که با یه خلاصه بتونید قشنگ درکش کنید. برای فهمیدن فیلم باید یه بار از اول سکانساشو بررسی بکنیم و یه توضیح کلی بدیم و خیلی سریع رد بشیم. ما از اول فیلم با مادر الا آشنا شدیم. یه زنی که خیلی کمالگرا بود، می‌خواست دخترشو هی سرکوب بکنه، به حرفش توجهی نمی‌کرد و کاری کرده بود که الا تبدیل شده بود به کسی که فکر می‌کرد یکی باید بهش همیشه داستان زندگیشو بگه، نمی‌تونه کارهای خودش رو انجام بده. حتی وقتی که داشت داستان خودش رو می‌ساخت به مادرش رفت داشت می‌گفت که دارم فیلم خودم رو می‌سازم ولی بازم انگاری برای خودم نیست. تبدیل به یک کسی شده که کمالگرایی داره داغونش می‌کنه. این تا جای قابل قبول بود برایش که مادرش واقعا بود تا بهش بگه چی کار کن چی کار نکن، داشت بهش خط زندگی رو میداد. ولی وقتی مادر یه رفعه سکته کرد و رفت توی کما انگاری همه چیز برای الا خراب شد. همین هم شد که وقتی از اونجا برگشتش رفت اون آپارتمانه شروع کرد بریدن توهمی از همون دختری که کنارش بود. این یعنی تمام آسیب‌هاشو انگاری مجبور شد کنار بذاره و برگرده از ریشه بخواد درمانشون بکنه. انگاری مجبور شد که بخواد کودک درون خودش، کسی که از اول این تروماها رو میکشید، دوباره ببینه. این دختره دقیقا نماد از همون نوع از اول تا آخر هم دیگه همراهشه. حالا میریم سراغ همین دختری که در واقع نماد بچگی الهه. این دختر یه ترامای خیلی بدی رو تجربه کرده، یه آسیب خیلی شدیدی رو دیده. اینکه یه جا معلوم نیست کی، معلوم نیست از طرف کی، ولی یه مردی اومده و حالا باهاش کارهایی رو انجام داره که نمیشه تو یوتیوب واضح گفت. و خلاصه در نتیجه کارهاش هم این دختر یه بار باردار شده و جنین داشته و جنینه رو انداخته. اینو الان توضیح میدم که چطوری باید بهش برسیم. این دختر شروع به تعریف داستانی از یه مردی به اسم اشمن میکنه که یه دختر تو جنگل گیر انداخته و میره سمتش، سه شب میاد و شب دوم باهاش حالا اون کارها رو انجام میده. در واقع داره زندگی خودش رو تعریف میکنه. الا داره با کودک درون خودش در مورد این تراما صحبت میکنه تا بتونه ریشه مشکلاتش رو درمان کنه. این اتفاق خیلی وحشتناک که اونو تبدیل به یه آدم خیلی سرکوب شده و ساکت کردن که هرچی مادرش و بقیه میگن بگه چشم. برای همین هم است که وقتی به شب دوم میرسه و دختره میگه که اشمن میاد داخل و با دختره کاری که میخواد رو انجام میده، الا یفه عصبانی میشه. میگه نباید اینطوری بشه، باید داستان رو تغییر بدیم، نمیخوام، داستان منه. ولی هر کاری که میکنه نمیتونه این کار رو انجام بدهش. و دقیقاً همین لحظه است که یه چیز خیلی مهم رو میفهمیم. فید اشمن توی دنیای واقعی بزرگ میشه. از اون طرف الا تبدیل به یه عروسک میشه. اشمن میاد سمتش، الا میخواد فرار کنه، میره داخل یه جعبه نارنجی رنگ، نمیتونه، برمیگرده و حالا اشمن گیرش میندازه. میاد یه گوی سیاه رو داخل بدن این دختر میندازه که انگاری اصلا حال میره و میریم به روز بعدی. این دقیقا نماد همون جاییه که این مرد در قبال کاری که انجام داده یه چیزی رو تو بدن این دختر کاشته که در آخر مجبور شد بیمارستانو حذفش بکنه. همون نماد بچه دار شدنشه. چیز دیگه که توی این صحنه مهمه همون جعبه هستش که الا میخواد فرار کنه، داخلش رو نگاه میکنه، نارنجی رنگه. اگه دقت کنید آخر فیلم الا میره داخل یه جعبه که دقیقاً توش همون شکلیه و اگه بیشتر دقت کنید میبینید این واقعا یه تابوته. تابوت ها همین شکل رو دارن کلا. این نشونه از اینه که وقتی اون اتفاق برای الا تو افتاده بوده توی اون سن و مردم میومده سراغش، میخواسته ازش فرار بکنه و میخواسته تموم کنه این قضیه رو به حدی که حتی حاضر بوده جون خودش رو بگیره بره توی تابوته، اما نمیتونه این کارو انجام بده. و وقتی میاد بیرون میفهمه که اون اشمن دوباره میاد و این بار اون گوی سیاه رو دهنش میذاره. یعنی بعد از اینکه نمیتونه جون خودش رو بگیره تازه باردار میشه و اون کارها رو انجام میده. خلاصه این چیز اصلی که باید از استاپ موشنی که الا داره روش کار میکنه درک بکنیم. داره داستان زندگی خودش رو بیان میکنه. از اون طرف میبینیم که الا میاد در آخر اون بلا رو سر پالی و تام میاره. ولی خب توی فیلمی که آخرشون دختر داره میبینه انگاری اونها اصلا وجود ندارن و خود الا بوده که داشته جونش رو از دست میداده و انگاری همه اون صحنه ها رو توهم زده.
اینم دوباره یه استعاره است از اینکه الا گفتیم یه آدم آسیب دیده است، این ترمه‌ها رو داره روی دوش خودش میکشه و از وقتی مادرش سکته کرده و وقتی که از دنیا میره میخواد یه جوری یکی رو پیدا کنه که مثل اون راهنماش بشه، چون نمیتونه خودش زندگیشو کنترل بکنه، نیاز داره یه نفر بگه چیکار کن چیکار نکن. برای همینم هم میره سراغ دوست پسرش تامی یا از اون طرفم پالی. مثلا یه جا به تامی میگه که تو اصلا هیچی نیستی، انگار میخواد بهش یه جوری ضربه بزنه که تامی عصبانی تر بشه و انگار یه جوری میخواد تام کنترل زندگی الا رو به دست بگیره. در واقع کاری که در آخر اومد با تام و پالی انجام داد انتقال ترامای خودش بود، یعنی اینکه حاضر بود به خاطر این مشکلات زندگی خودش هر بلایی سر دیگران بیاره تا بتونه به اون چیزی که میخواد برسه، چون یه آدم کمالگراست و از اون طرف هم به شدت نیاز به کنترل شدن داره. در از تمام اون سکانس ها برای نشون دادن اینن که الا حاضر چه کارهایی با دیگران بکنه تا به چیزی که میخواد برسه، چون کمالگراه. خلاصه که آخر فیلم هم میبینیم با پای خودش میره داخل تابوت، یعنی در واقع اون فیلمی که دختره داشت میرید از همون لحظه این بوده که تصمیم گرفته جون خودش رو بگیره، چون نتونسته با این زندگی کنار بیاد و خودش رو توی تابوت میذاره. فیلم خیلی داستان قشنگی داره، من خیلی جاشو شاید نتونسته باشم تو ویدیو بگم چون نمیخوام طولانی بشه، ولی قطعا ببینیدش. حالا با این برداشتی که الان یه خورده از اینجا پیدا کردید خیلی نکته های مهمتری ازش میتونید برداشت بکنید. خفن پیشنهاد میدم حتما یه بار تماشا کنیدش، خیلی جاشو من میگم جا انداختم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ببخشید زیاد حرف زدم، مجبور بودم چون باید این فیلمو درک میکردیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسیک.